سلام و وقت بخیر به برنامه خط کابل خوش آمدید. رئیس جمهور غنی دو روز پیش از حملات مرگبار کابل روی جنگ در افغانستان با گروه های دهشت افغان تاکید کرده بود. آقای غنی گفته بود که در 6 ماه آینده جنگ در افغانستان مانند نوشیدن جام زهر برای مردم افغانستان است. اما نوشیدن این جام زهر نتیجهش صلح پایدار در کشور خواهد بود. با این حال آقای جنرال عبدالرشید دوستم گفته است که اگر رئیس جمهور برایش دستور بدهد انتقام خون جوانان و هموطنانش را از ISI پاکستان خواهد گرفت. او گفته است که یاد دارد که چگونه درس بدهد برای پاکستانی ها، همانند که داده است. اما در کل تغییر استراتژی جنگ و صلح در افغانستان آیا می تواند که منجر به آمدن صلح و ثبات در کشور شود یا نه؟ در برنامه شام امروز خط کابل به بررسی همین موارد می پردازیم و مهمانانم در این برنامه آقای احمد فرزان کارشناس مسائل سیاسی و همچنان آقای گل احمد اعظمی سناتور با ما هستند. مهمانان بسیار خوش آمدین. من شاداب امین بیگزاد هستم. آقای فرزان، آنچه که بحث تغییر در استراتژی حکومت افغانستان به میان می آورد، فکر میکنین که تغییر کلی داشته باشه، به مانند این که حالا نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان از حالت دفاعی برایند به حالت تهاجمی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام به وړاندې کولو سره تاسو ته، جناب سناتور صاحب او ټولو ډیر معزز لیدونکو ته. بدبختانه د افغانستان د موجوده حکومت رهبران لکه څنګه چې په سیاسي مدیریت کې پاتې راغلي دي او ضعیفه دي، ناتوانه دي، په نظامي برخې یا د جنګ مدیریت کې هم ضعیفه سوي دي او ناتوانه دي او نه دي توانېدلي چې هغه تعهدات چې له خلکو سره کړي وه پر هغو باندې ودرېدي، یا له الاقل د اصلاحاتو په برخه کې یو انچ هم ګامونه واخیستلی سي. موږ له اوله سره هم په دې نظر وو چې کله موږ د سولې خبرې کوو، او سوله بې له شکه چې یو ملي دایه ده، د افغانستان د ولس او د افغانستان د ملت غوښتنه ده. او بدبختانه موږ اوس هم په داسې یو حالت کې یو چې کاش داسې وایي چې موږ داسې فکر کولی چې دا لور یا آ لور یو بل سره ماتولی سي، بلکې بدبختانه یو څوک هم د دې توانایي نه لري چې په کلي توګه باندې به نفي کي، لهذا چې نسي یې کولی بله لاره نسته بدون دې چې تفاهم وسي، مذاکرات وسي او ډیالوګ وسي. افغانستان بالای حکومت وحدت ملی است، خیلی محافظه کارانه عمل میکنه حکومت وحدت ملی، بر علاوه از او رئیس امنیت ملی را معرفی نمیکنه و وزیر دفاع را. آنچه که گفته میشه خلاف قانون اساسی افغانستان به سر چوکی سرپرستی شنده است. فکر نمیکنین که این نقش کلی داره در پروسه صلح و جنگ افغانستان؟ بله شکه، ما زه هم دی خبرو تراتلالمه. اما کله چې موږ د سولې خبرې کوو معنا دا نه ده چې موږ په جنګ کې یا د افغانستان د خاورې څخه د دفاع، د افغانستان د ولس څخه، د خلکو څخه د دفاع په برخه کې موږ غافل واوسو، ځکه دواړه لوري چې کله مذاکراتو ته کښېني او د سولې خبرو ته نږدې کېږي، نو دواړه لوري کوښښ کوي چې خپل ځان د جګړې په ډګر کې تثبیت کړي او خپل قدرت او قدرتمایي وښيي. حکومت افغانستان بیشتر تمرکزش روی صلح بوده، بالکل حکومت وخت ضایع کړه، حکومت ډېر عاطفي برخورد وکړي د افغانستان د قضیې سره، حکومت ډېر خوشبینانه وو، او هغه وخت هم موږ ویلي وو چې نه باید دومره خوشبینانه واوسي، او موږ کله چې د سولې په برخه کې سولې ته اولویت ورکوو، بېله شکه چې هغه د افغانستان د خلکو اولویت دی او اولویت دی په راس کې به وي، اما د دې معنا دا نه ده چې دفاع به د خلکو څخه او د خلکو مصونیت به نو اولویت نه وي. تاسو اوس وګورئ چې دغه ډول حملات چې په کابل کې اوس وسوله، یا د دې مخکې هم موږ د شاهدان وو، یا د افغانستان په مختلفو برخو کې، په مختلفو اکنافو کې، هم په جنوب کې، هم په شرق کې، هم په شمال کې، موږ د ډېرو ستراتیژیکو نقاطو د دښمن لاس ته د لوېدلو شاهدان یو. د دې مفهوم دا دی چې حکومت ښه مدیریت نسی کولی په دې برخه کې، او نه دي کړي. کله چې داسې موضوعات رامنځته کېږي، په کار دا ده چې په ساختاري توګه باندې ځینې تغییرات رامنځته سي او ځینې اشخاص تبدیل او تغییر سي. دوه کاله د حکومت څخه تقریبا تیریږي، اما حکومت تر اوسه پورې د ډېرو مهمې ادارات لکه تاسو چې ویل د ملي امنیت اداره د سرپرست لخوا څخه اداره کېږي، چې دا زه فکر کوم چې تر ډېره پورې یوه برخه ده دا جنګ کشفي جنګ دی، او په کشفي او استخباراتي جنګ کې باید کشفي او استخباراتي نهادونه تقویه سي، هم د جواسیسو څخه، د جاسوسانو څخه پاک سي، د نفوذي اشخاصو څخه پاک سي. دقیقا آنچه که اطلاعات نشان میده، رئیس ریاست ده چند ماه پیش از کارش برکنار میشه، مدیر تدارکات شفاخانه جمهوریت به عنوان سرپرست در این ریاست می باشه. فکر نمی کنی این همه حرکات ارگ ریاست جمهوری افغانستان در کل حکومت وحدت ملی به نحو حالا زمینه را مساعد می سازه برای
شورشیان که همچون حملات انجام بدن. حالا در کابل، پکتیکا، زرمت یا هر ولایت دیگری که باشه یا هر ولسوالی دیگر. گوری یو مسئله داده چی فساد بدبختانه چی اوس ډیر لیدل کیږي او لمن ډیر پراخه سوی ده او هغه د هغه خاصی علاقه په منځ کې چې هغه پر جمهور باندې راتاو دي دوی په منځ کې چې ټول مقررانی هغه د والیانو یی که د قومندانانو یی که د ولسوالانو یی حتی د ماوینینو د والیانو هغه په پیسو باندې کوي. لہذا کله چې یو څوک لری کیږي پر ځای باندې بل څوک وټاکي فکر میکنین که در اگر ریاست جمهوری گرفته میشه او حلقه رئیس جمهوری این پروگرام میگیرن؟ شواهد او قرائن خدا قسمه میگیرن. ګوري خبره دا نه ده چې یو څوک لری کیږي، بل څوک یو کېدای سي د تدارکات او مدیر د شفخانه ور سړی وي، سابقه وي، هغه اما ولی رسمي رئیس نه دی ټاکل شوی چې سرپرست ټاکل شوی. سوال ته دا ځای، یعنی کوم یو موجه دلیل دی د دې لپاره چې همیشه موږ د ټولو ادارات لپاره سرپرست ټاکو؟ سرپرست په قانوني لحاظ د سناتور صاحب ناس دی چې هغوی محدودیتونه لري، هغوی خپل ځان اساسي نه بولي، لاس نه اخلاص واغه کارونه ته چې هغوی باید وکړي او اقدامات هم مسئول نیست. سپاسگزارم آقای اعظمی. سوال اساسی برخ مردم این است که مسئول ریختن خونه صدها جوانه که چه در کابل چه در کنر و بدخشان ریخته در طول ماهای گذشته و روزهای اخیر چه کسانه هستن؟ به نام خداوند بزرگ، سلام خدمت شما جناب فرزان صاحب و بیننده های عزیز تلویزیون. جنگ افغانستان جنگ بیرونی است. درست است که یک بودش هم بود داخلیش است، این جنگ جنگ منطقوی است، حتی جنگ جهانی است با عقیده ما. چرا تاریخ همی 40 ساله که ما مطالعه کنیم از شروع وقت جنگ سرد که اتحاد شوروی بود و آمریکا بود دو قدرت، افغانستان محل جنگ بود، تخت خیز جنگ بود برای قوای طرفین. همی حال هم اینمو جنگ ادامه داره و از مردم افغانستان قربانی میگیره. و دقیقا فکر میکنین که کنترل این جنگ از عهده سران حکومت وحدت ملی بیرون است؟ مطلقا. پس در این صورت چه کار شود؟ لازم نیست که استعفا بدن؟ با استعفا دادن ها این جنجال حل نمیشه. هنوز هم چه برنامه ما دیگه کدام بدیل نداریم. استراتژی جنگ و صلح میشه که چون این جنگ ها جلوگیری شود؟ حداقل از کشتار مردم بیگناه جلوگیری شود؟ مردم افغانستان جنگ خسته شدند. افغانستان تنها کابل نیست، با کابل پری روزی واقع شد. شما برین به اطراف، این تو وضعیت، این تو بدبختی، مصیبت است. به هر خانه و یک کشور که شما برین یا یک شهید یا یک زخمی داشته. بله در کل حالا سران حکومت وحدت ملی چه کار بکنن؟ کاسه صبر مردم هم لبریز شده است. شما ببینین هر روز مردم هم کشته میشوند. با این حال تغییر استراتژی جنگ رئیس جمهور و یا صلح در افغانستان میتونه که چاره یک کار باشد؟ بدون شک پلان، پالیسی، استراتژی تاثیرگذار است. اما بیاین که سر ازی بحث کنیم، ما هم پیمان هستیم امرای ایالات متحده آمریکا، امرای ناتو که حضور نظامی به افغانستان داره. از فشارهای بین المللی باید ما استفاده کنیم تا بتانیم کشورهای منطقی که در افغانستان در جنگش دخیل است، سهیم است، که حال یاتش جنگ که ما میسوزیم اونا را هم تقریبا او سایه از وارم فرا گرفته، از این امکانات استفاده کنیم. اینجا شورای امنیت سازمان ملل متحد است، خود ملل متحد است، هم پیمانای ماست، کشورهای قدرتمند منطقه مثل روس و چین. اما از این امکانات و ظرفیت ها استفاده صورت نمیگیره؟ اینا را بحث سری نمیست. این یک ابتکار میخه، یک دیپلماسی قوی و فعال میخه و همه قسمی که نامش حکومت وحدت ملی است، یک آواز و یک صدا میخه که ما بتونیم به هدف برسیم. غیر از او این مشکلات و این چالش ها ای به استعفا و به این مسائل نمیشه. ما میاره دیگه کدام بدیلی را نداریم. اگه امروز در حکومت وحدت ملی موضوع استعفا مطرح شد، اونجا مخالفین برای چیشته؟ بله. این کسایی که دار... تعداد هم به این باور هستن که در تمام افغانستان تنها آقای غنی و عبدالله نیست که این کشور را مدیریت بکنه، بسیار کسان دیگر هستن. فکر نمیکنین که به نحو حالا مردم را میترسانن که اگر اینها نباشن طالبان آمد میان و یا اینکه داعش خواهد آمد؟ انتخابات اصل دموکراسی است. آره خب به هر حالت چون ما و شما جدا از جامعه جهانی بودن نمیتونیم، مشکلات پیش آمد و بالاخره حکومت وحدت ملی به وجود آمد. ما باید حمایت کنیم. سپاسگزارم آقای فرزان. تا 6 ماه آینده رئیس جمهور وعده صلح را برای مردم افغانستان میده. چقدر باورمند هستین که واقعا تا 6 ماه آینده نه صلح سرتاسری در افغانستان بلکه صلح نسبی در کشور تامین خواهد شد؟
قطعا نه، ز فکر نکوم چه. اما چرا رئیس جمهور این گونه تعهد میده برام؟ رئیس جمهور په ټول هغو ژمنو کې او په ټول هغو وعدو کې چې له ولس سره یې کړی وی هغو کې پاتې راغلی دی او ټول وخت یې همداسې تلف کړی دی، په ژمنو باندې، په شعارونو باندې، شعارونو پور کولو باندې. د خلکو حالات تیر بد دی اوس هم، او خلک اوس ټول خلک مایوسه دي، او په دې باندې پوهیږي چې هغه ژمنې چې ورکول کېږي او هغه شعارونه چې ورکول کېږي هغه یوازې د خلکو د غولونې لپاره دي او عوام فریبي ده. زه فکر کوم چې لکه څنګه چې سناتور صاحب وویل د افغانستان جنگ ډیر مبهم جنگ دی، مبهم آباد یې ځان ته خپل کړي دي او ډیر کورني منطقوي او نړیوال آباد لري. د دې لپاره ډیری اساسي لارې لري. تر اوسه پورې حکومت کورني عوامل د جنگ د هغوی په له منځه وړلو کې نه دي توانېدلي چې اقدامات وکړي. دلته فساد، دلته ظلم، دلته بېعدالتي، دلته په ضعیفه حکومتداري، دلته په عادي او قضایي حدونو کې رئیس جمهور افغانستان میگه که مسئول کشتار مردم در افغانستان ایسای پاکستان است. رئیس جمهور افغانستان هم میگه که تا 6 ماه آینده با تغییر استراتژی صلح را تأمین خواهد کرد. با اینمی حالت چگونه فکر میکنین که تا 6 ماه رئیس جمهور چیکار میکنه که صلح در کشور تأمین شود؟ زخو اخو باید در رئیس جمهور سخو پشتل سی چه کما دست موجزه با کما دست موجزه بایی چی دایی با وطوانیجی چی پا آقا بانی با صلح راولی گواری څلور اړخیزې ناستې دلته وسولې ډېرې امیدوان کوونکې وې د خلکو لپاره. هغه وخت موږ داسې فکر کاوه چې یو منطقوي اجماع لااقل یا د افغانستان د متحدینو د بهرنیو متحدینو یو اجماع په دې ارتباط اتفاقي نظر په دې ارتباط راغلی دی، اما بدبختانه هغه تعهدات چې د پاکستان له لورې سوي وه یا د نازیرو قوتونو چې چین او امریکا دی د هغوی تعهد و چې باید اتحادي قوت پکوي او دغو ډلو په ضد باندې چې هغوی سولې ته نه تیارېږي، اما بدبختانه تر اوسه پورې وخت ضایع سو، هیڅ نوه مثبت خواته موږ نه یو تللي. لهذا زه فکر کوم چې حکومت لکه څنګه چې تر هغه وخته پورې چې حکومت په داخلي بود کې داخلي عوامل د جنګ هغه ابزار چې د جنګ تولیدوي، ابزار چې د جنګ هغه چاته چې هغه محرک د جنګ موږ بولو هغه ته په لاس ورکوي او هغه دلته استعمالوي، تر هغه وخته پورې چې دا عوامل له منځه یونسو، تر هغه وخته پورې چې خلک له ځانه سره ونه لرو، تر هغه وخته پورې چې ټول خلک دلته بسیج نسي، هغه که د جنګ نه جنګ ګټلی سو نه سوله ګټلی سو، هیڅوک هیڅ یو ټیم، هیڅ یوه ډله، هیڅ معدود او محدود اشخاص نسي کولی پرته د ملت له پشتیبانۍ څخه، پرته د ولس له همکارۍ څخه نه جنګ وګټي او نه سوله وګټي. لهذا پکار داده چې حکومت پر خپل تعهدات باندې له سره فکر وکړي، رهبران د دې په ځای باندې چې شعارونه ورکوي او بې ځایه تمې او امیدونه ولس ته ورکوي، پر واقعیتونو باندې فکر وکړي، هم د جنگ په برخه کې او هم د سولې په برخه. تشکر آقای اعظمی. در هر کشور که اندکترین تهدید تروریستی متوجهش باشه، حتی تهدیدات اجتماعی، قوانین خود را تغییر میدن. همانند پاکستان، شما سال گذشته دیدین که در یک دانشگاه نظامی اونجا حملات انتحاری صورت گرفت. پاکستان در دو روز قانون خود را تغییر داد و ده ها تن را به دار کشید. در افغانستان چرا شما قانونگذاران قانون را تغییر نمیدین؟ کسانی که به جرم حملات تروریستی دستگیر میشن چرا اعدام نمیشن؟ با اینکه شما میبینین هر روز خون از این مردم به زمین میریزه. مشکل عمده اینجاست که ناقضین قانون کسایی است به این ملک که در هر سی قوی دولت افغانستان دست بالا را دارد. حتی حمایت از تروریستان؟ دقیقا. ما برای شما عرض کنم که در داخل دستگاه دولتی افراد و اشخاص هستند که وابسته به گروه های اجنبی هستند. از این کس اعتراف کرده نمیتونه. و همین قسم هم در داخل دولت افغانستان هم در داخل تحریک طالبان افراد و اشخاص هستند که جنگ هنوز شلوار می سازن. چون امروز اگر صلح افغانستان در درون حکومت افغانستان، چون اگر امروز صلح آمد مردم هستین و مسئولیت دارین، چرا اونا را به مجلس نمی کشنین؟ چرا خواستدار به دادگاه کشندنشان نمیشین آقای اعظمی؟ ما بارها یک بخش کار شما نظارت است. دقیقا. ما بارها تاکید کردیم از طریق رسانه ها، از طریق مجلس، از طریق کمیسیون ها. ما به جناب رئیس جمهور گفتم، آواز مرا تقریبا دو ماه پیشتر سنا را تنا خواسته بود. ما برایش گفتم جناب رئیس به این ملک اگر شما قانون سر 300 نفر تطبیق کردین، این ملک برای مستقیم میره. این افراد و اشخاص یک روز وزیر است، یک روز معین است، یک روز سفیر است، روز دیگه که از حکومت پسش کردی نام خود میمانه اپوزیسیون. اینی 300 نفر سر 30 میلیون انسان به طول 15 سال حکومت کردن و امروز درد سر است به حکومت. موترهای شیشه دودی داره، زد مرمی و لاف و پتاق میزنه و
از جنگ و از کشتن و از بستن و مردم اینا به گروگان خود گرفته. تا ما یار مهار نسازیم که بیشتر جناب این وظیفه حکومت وحدت ملی است با استراتژی خود اینا را مهار بکنه، بعدش با طالبان پاکستان راه برود. دقیقا اول ما باید خود بسازیم، هم صدا و هم آهنگ شویم، بعدن بریم با یک قوت به طرف صلح مذاکره. تشکر آقای فرزان. بحث اساسی اینجا است که مردم خیلی ناراض به نظر میرسن از حکومت وحدت ملی. چگونه تغییر بیاره حکومت وحدت ملی در استراتژی جنگ و صلح خود که حالا رضایت اندک مردم را با خود داشته باشه یا رضایت نسبی مردم افغانستان را با خود داشته باشه؟ شما میبینین که در صفحه ارگ مراجعه بکنین، در صفحه فیسبوکش چه حرف هایی که با آدرس آقای رئیس جمهور آقای عبدالله از آدرس مردم عام گفته نمیشه. پدې کې چک نسته چې ولس له حکومت څخه ډیر واټن د پخوا څخه هم واټن زیات شوی دی. ولس ډیر ناراضه دی، ولس په ډیر بد حالت کې دی. اما هغه تم او توقع چې خلک درلودل هغه په مایوسی باندې او په یاس باندې بدل شوی دی. بدبختانه تر اوسه پورې هم هغوی د حکومت رهبران په دې باندې نه دي توانېدلي چې د دې پر ځای چې په خپلو داخلي سیاسي کشمکشونو او د استخدام په سر باندې په جنجالونو باندې وخت تیر کی د خلکو غوښتنې او د خلکو ضرورتونو حل او اولویت ورکی. لهذا دا په دې کې چې ما مخکې هم په ډېر صراحت باندې وویل چې هیڅوک نسی کولای چې پرته د ولس د پشتوانۍ څخه نه جنګ وګټي او نه صلحه. په دواړو خواوو کې یو ملي اجماع ته ضرورت دی چې باید من حیث پشتوانۍ د حکومتونو سره د حکومت سره باید ولاړ اوسي او حکومت سپورټ کړي. زه فکر کوم چې د جنګ ستراتیژي موږ که لږ څه تفصیلي بحث ورباندې کوو، ګورئ جنگ په څو بوده لري. یو برخه د جنگ استخباراتي او کشفي استخباراتي جنگ دی. په دغه سي برخه کې د کشفي نهادونو او د استخباراتي نهادونو تقویته ډیر ضرورت دی. کله چې موږ د دې شاهدان یو چې په پلازمینه کې پر یو کشفي نهاد باندې حمله کیږي، د دې مفهوم څه دی؟ مفهوم واضح دی چې هغه دا دی چې موږ کشفي نهادونه ضعیف دي. بله، اما آقای عظیمی میگن که ممکن از داخل حکومت را اندازی شوه برخه از حملات. اوز خو لومړنی شواهد چې دی خپل اعلان کړی حکومت وایي چې دغه موټر چې د پاکستان له بارډر څخه بیا تر کابل پر راځي په ټولو ځایونو کې د ارګ لخوا څخه ټلیفون کیږي. اما آقای فرزان، شما باید دارین چند ماه پیش در بروکسل حمله یې رخ داد. دادستان کل و وزیر دفاع و داخلشان تصمیم به کنارگیری کردن، مجلس قبول نکرد. در افغانستان 120 نفر یا کمتر و بیشتر اینجا کشته می شود، 300 نفر زخمی میشه. رئیس جمهور میای وظیفه آمر حوزه اول را به تعلیق میگیره. فکر نمیکنین که واقعا حرکت های حکومت وحدت ملی هم در سطح نمایشی است تا در سطح اصلاحات باشد؟ بله شک زده است. وایم د پاکستان د ډیرو لوړپوړو سیاسینو او لوړپوړو حتی حکومتي چارواکو لخوا څخه په وار وارو باندې په ډیر صراحت باندې ویل شوی دی چې د افغانستان په ډیرو لوړپوړو کې جواسیس او جاسوسان او نفوذي اشخاص ته. حتی استاد سیاب په ډیر صراحت باندې د ټول میډیا په مخ کې ویلي وو چې په وزیر اکبر خان کې دا خلک سته او هلته ځایونه دي. شه موږ تر اوسه پورې بله فکر نمیکنین که اگر عاملین اعدام شون، حالا کسانی که در ریاست عمومی امنیت ملی زندانی هستن، فراموش نکنین که ده ها تن اینا را آقای کرزی رها کرده و ده ها تن اینها هم با میانجیگری موی سفیدان از سوی حکومت وحدت ملی رها شدن. چرا چند تا از اینا را بدار نمیکشه در ملای عام؟ ګوره در مرحله خو وروسته ده، موږ تر اوسه پورې د محکمې شاهد هم نه یو. د یو چا چې هغه د جاسوسۍ په تور باندې ونیول سي او محکمه سي او موږ ټوله ووینو چې دا سړی د جاسوسۍ په تور باندې یا د همکاری په تور باندې د محکمه سوی دی. آقای عظمی میگه که باید این حکومت را حمایت بکنیم، حالا انتخابی است. مخکې تاسو د قوانینو د تعدیل خبره وکړه. ګوره د افغانستان په قوانینو کې مشکل نشته. موږ خو په هغه وخت هم دا لاره پیدا کوو قانون تعدیل ته چې موږ ته یو معنی افغانستان په قانون کې اعدام سته. موږ مخکې هم د دې شاهدان د کرزی په اخیر وخت کې چې هغه توشیه کړي د ځینو خلکو اعدام اوس هم په لسهاوو داسې کسان موږ په زندانونو کې شته چې د ثلاثه محاکمو لخوا څخه د اعدام حکم ورباندې سوی دی، یوازې رئیس جمهور توشیه ته پاتې دی. لهذا زه فکر کوم چې موږ د دې څخه دا معلومیږي چې حکومت او رهبران د حکومت هغوی صداقت نه لري، هغوی جدیت او قطعیت نه لري په دې برخه کې. تر هغه وخته پورې چې موږ د جاسوسانو څخه د نفوذي اشخاصو څخه خپل ادارات بالخصوص کشفي ادارات پاک نه کړو او تر هغه وخته پورې چې
د تجهیز په برخه کې د روحیې په برخه کې او د خلکو د پښتبانی په برخه کې خلک نه ځان سره ونلرو موږ نو کولای چې موږ کامیاب وو. تشکر آقای عظمی. معاون ریاست جمهوری افغانستان میگه که اگر رئیس جمهور افغانستان برام دستور بده من انتقام خون مردم افغانستان را میگیرم، اما رئیس جمهور هم میگه که من تا 6 ماه آینده صلح را میارم. دقیقاً چه تفاوت دیدگاه میان معاون و خود رئیس جمهور وجود داره که یکی دستور نمیده و خودش میگه که من صلح را میارم؟ یک چیز ما میگم خدمت شما، امی عملی اخیری که به پل محمود خان یک جنایت نابل شده نیست و کشت و کشتاری وطن جور نمیشه. اگر جور میشد به 40 سال جور میشد. هر شب ما میشنویم که 40 نفر طالب به کجا کشته شد. فکر میکنیم که صلح تامین میشه با گریه کردن و دامنه گرفتن پاکستان و طالبان؟ آیا صلح تامین میشه در افغانستان؟ اداره و ارادی از این جنگ به افغان ها ارتباط نداره. من پیشتر خدمت شما عرض کردم اینجا امریکا، شورای امنیت سازمان ملل متحد، کشورهای قدرتمند منطقه مثل چین، مثل آقای روس. سناتور شما شاید تجربه کرده باشین، از اینجا اگر به یک ولایت افغانستان برین 6 جای پاسگاه پلیس شما را بررسی میکنن. ممکن شما سناتور باشین بررسی نکنن، اما ما مردم آن را بررسی میکنن. چرا موتر که بتونها مواد انفجاریه را انتقال میده به قلب شهر کابل و در 100 متری ارگ ریاست جمهوری اون را بازداشت کرده نمیتونن؟ دقیقا شما میبینین مقامات حکومتی و امنیتی افغانستان قیافه خبرنگار را به خود میگیره و میای بر مردم گزارش میدن. اینی را امرای شما هم عقیده هستم، این ضعف ارگانهای کشفی و استخباراتی ماست. چیگونه یک موتر از مرز میگذره میای تا ریاست ده با یکقدر مواد انفجاریه، بعد از او افراد و اشخاص پیاده یا مسلح مخالفین داخل یک اداره میشه. این اینجا است که ما باید سر اصل مکافات و مجازات دقیقاً تروریسم که مشخص است که میکشه برات میگه که تغییر استراتژی رئیس جمهور مطرح میشه. فکر میکنین تا 6 ماه صلح نسبی در کشور تامین شود؟ جنگ 40 ساله را ما نمیتونیم که با 40 روز صلح را بیاریم. صلح یک پروژه دوامدار میخه و هم با حمایت جامعه جهانی و صداقت حالا که تمرین میکنه حکومت افغانستان که باید صلح بیه در اینجا که نتیجه نمیده ظاهرا نه. بالاخره ختم هر جنگ صلح است، اما هر چی که زودتر صلح بیه قربانی از ما کمتر میگیره. آقای فرزان به این باور هستین که هر گروه شورشی با گفتگو میتونه که ضربه بخوره یا اینکه همگام شو با حکومت نه با جنگ، یا باید از راه جنگ پیش بره حکومت؟ کوتا اگر اشاره بکنین همکارای میگن فرصت کم است. خب زه فکر کوم چې ما مخکې موبایل چې موږ هغه وخت سولی په میدان کې بریالي کېدلای شو چې د جنگ په میدان کې هم خپل ځان تثبیت کو. او دا یو منل سوی حقیقت او تجربه ده چې شوالید هر لوري چې کله سولی خبرو ته نږدې کیږي کوشش کوي چې خپل قوت وشي تر څو ډېر امتیازات واخلي. لهذا حکومت مسولیت لري په قانون کې چې د خلکو د ځانونو د خوندیتوب مسولیت خو ته ورغړل دي او دا مکلفیت یو کپدی پات راځي. معنا یې دا ده چې وجدانن او قانونن هغوی باید خپل ځای پریږدي. تشکر آقای فرزان و آقای عظمی از حضورتان در خط کابل و سپاسگزارم از شما بینده ها که این برنامه را دنبال کردین. بعد از وقفه کوتاه همکارم تعداد از روزنامه ها را به خانش گرفته تماشا کنید. سلام و وقت بخیر، من رازقیار هستم. به بخش مرور بر روزنامه ها و سایت های مهم خبری امروز خوش آمدید. روزنامه ها و سایت های خبری امروز در کنار سایر مطالب به موضوع سفر حنیف اطمر مشاور شورای امنیت ملی کشور به چین پرداختند. انتظار می رود حکومت افغانستان امروز نتیجه تحقیقات را در مورد حمله مرگبار سه‌شنبه در کابل اعلام کند. با این حال سایت خبری صدای آمریکا نوشته نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد در یک بیانیه از شورای امنیت این سازمان خواسته تا علیه کسانی که از رهبران طالبان حفاظت می کند و به آنها پناه می دهد اقدام جدی و مؤثر کنند. در این حال امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی کشور نیز در صحبت با رادیو آزادی گفته که حکومت افغانستان باید مسئله حمله کابل را به شورای امنیت سازمان ملل راجع کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد به دنبال حمله سه‌شنبه در کابل اعلامیه را نشر کردند و این رویداد را نکوهش کردند. سایت خبری صدای آمریکا نگاشته جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری در واکنش به حمله مرگبار روز سه‌شنبه در کابل میگوید که پنتاگون باید در رابطه با طالبان تصمیم قاطع بگیرد و اگر چنین کند آن گروه در ظرف 6 ماه در افغانستان نابود خواهد شد. جنرال دوستم که از ولایت جوزجان با تلویزیون آشنای صدای آمریکا صحبت میکرد گفت
همراه با این افرادگراها، با این جاهلها، همراه با این آدمکشها نرمش نتیجه نداده است و به مقامات نظامی آمریکا میگوید که باید در مقابل آنها تصمیم جدی بگیرند. چین به رابطه عمیق نظامی با افغانستان چشم دوخته است. سایت خبری صدای آلمان نگاشته یک عضو قدرتمند کمیسیون مرکزی نظامی چین که اردوی این کشور را کنترل می کند در وزارت دفاع چین به محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان گفته است که نیروهای مسلح دو کشور همیشه رابطه خوبی داشتند. او گفته که چین می‌خواهد با افغانستان تبادل اطلاعات استخباراتی، مبارزه با تروریسم، تمرینات نظامی مشترک، آموزش افراد و دیگر بخش‌ها همکاری‌های مشترک را عمیق‌تر سازند. خبرگزاری دولتی چینی نگاشته است حنیف اتمر با رئیس امنیت داخلی چین ملاقات کرد و آنجا نیز در مورد مبارزه مشترک علیه تروریسم صحبت شده است. سال گذشته در پی سفر نادر یک هیئت بلندپایه چینی از کابل، معاون رئیس جمهور چین با امضای چندین قرارداد با افغانستان به حمایت از این کشور پرداخته است. چین اخیراً به شدت از ناحیه جدایی طلبان در سینجیانگ نگران است، جایی که خشونت‌ها در سالهای اخیر صدها کشته بر جا گذاشته است. چین ثبات در کشور همسایه‌اش افغانستان را به عنوان ثبات کلید امنیت در خاک خودش می‌پندارد. پدرش سیاستمدار بود، پسرش هنرمند است. سایت خبری صدای آمریکا نگاشته پدرش یکی از شناخته ترین سیاستمداران عصر خود بود. پله های قدرت سیاسی را تا ریاست جمهوری پیمود. پسرش اما میل به سیاست و قدرت سیاسی ندارد. شجاع ربانی، پسر برهان الدین ربانی، رهبر جهادی و رئیس جمهور فقید افغانستان، به هنر و موسیقی عشق می‌ورزد و از همین را می‌خواهد که در کشورش و جهان شناخته شود. شجاع می‌گوید از آنجایی که تخلص خانوادگیش با هویت سیاسی پدرش گره خورده است، اکثرا در رسانه‌های اجتماعی مورد انتقاد قرار می‌گیرد. شجاع موسیقی و سیاست را به عنوان سرگرمی انتخاب کرده است و میگوید که کار روزانه او دور از مشغله های سیاسی و موسیقی است. از اینکه با ما بودید تشکر. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.